نظر امامان در مورد مختار. یک، امام سجاد زمانی که مختار سر ابن زیاد و سر عمر ابن سعد را برای امام سجاد به خاندان داغ دیده پیامبر فرستاد، امام سجاد بر سر سفره بودند و در حال خوردن غذا. با دیدن سر ابن زیاد و سر عمر ابن سعد، امام سجاد دست از غذا کشیده و سجده شکر به جا آوردند و فرمودند: سپاس مخصوص آن خدایی است که انتقام ما را از دشمنانمان گرفت. خدا به مختار جزای خیر عطا فرماید. دو، حضرت علی علیه السلام. در زمانی روزی حضرت علی در شهر کوفه قدم می زدند که ناگهان چشمشان به کودکی افتاد و از یاران خود پرسیدند: این کودک کیست؟ گفتند: این کودک مختار پسر ابو عبید ثقفی است. حضرت علی مختار را به کناری کشیده و بر زانوانش نشانیدند و فرمودند: به خدا سوگند، این کودک زمانی که بزرگ شود انتقام ما را از دشمنانمان خواهد گرفت. سه، امام محمد باقر علیه السلام. در زمان امام باقر علیه السلام، عده‌ای به مختار ناسزا می گفتند که امام باقر فرمودند: به مختار ناسزا نگویید، زیرا مختار انتقام ما را از دشمنانمان گرفت. زیرا به مختار تهمت زده شده است که قصد تحویل دادن امام حسن به معاویه را داشته است، زیرا مختار میخواست با این کار عمویش را امتحان کند تا از عمویش مطمئن شود.